خداوند می‌فرماید عزیزترین بندگان کسانی هستند که می‌توانند تلافی کنند، اما به خاطر من می‌بخشند. بخشش درختی از درختان بهشت است که شاخه‌هایش به سوی زمین آویخته است. هر کس شاخه از آن را بگیرد، آن شاخه او را به بهشت خواهد برد. خیلی خیلی سخته داشتن خواسته یه گذشت، کی میدونه که به سربندی یا چی گذشت. نمیخوام از دایره انصاف خارج بشم، نه که سرپوشی به این گناه فاحش بشم. فقط میخوام از طرف همه هموطنا واسطه یه مطرح کردن یه خواهش بشم. نه بخشش طلبکارانه ای توقعمه، برعکس خواسته های شما توی توجهمه. این که کتاب با صبوری 7 سال سکوت کردید، با این زخم عمیق شماها کانون دردید. اگه مشتاق لبخند خدا و عرشید، اون کودک خردسال دیروز رو ببخشید. تیغ تیز انتقام الان تو دستای شماست، تلافی اشتباهش یه حق واسه شماست. فقط دلم میخواد بدونید واسه یه عفتون الان بی شما دست رو باسمون به دعاست. بخشیدن یعنی نگاه بدون قضاوت به موضوع. خدا اگر میخواست با قضاوت اعمال ما در حقمون بخشش کنه، به راستی چه اتفاق میخواد؟ مردا فرود گفت چه کردی که زلالی؟ جواب داد گذشتم. میدونم این حرفا به زبون راحته، تسلیت واژه حقیریست بابته. این که از این اندوه بخوام بهتون تسلی بدم که با ایچی پر نشد جای خالی پدر. میدونم که محال این قصه از یاد بره، مرهمی نیست واسه این زخمی که از داخله. کسی از دور نادانسته نباس قضاوت کنه، یا بی خبر بی خودی از کسی حمایت کنه. ولی کاش کی باب گذشت رو نبندی، که بشه مسیر بخشش نام سربندی. تمام امید دلم به شماست بعد خدا، بسپر قضاوت رو به ترازوی عدل خدا. اون که گل جوونیش رو محصول موند تو زندان، نذار بره با دست خالی از این دنیا. محمد علی، من در تقویمم روزی را که شما با وجود همه رنج ها این انسان رو به زندگی بازگرداندید، روز بخشایش نام خواهم داد و نام شما را همواره به خاطر خواهم سپرد.